بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث اخلاقی بر اساس روایت امام کاظم سلام الله علیه خطاب به هشام ابن حکم که در تلیعه کتاب کافی نقل شده، می رسیم به بخش 14 این حدیث. می فرماید یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. عاقل کسی است که اگر به حلال می رسد مغرور نمی شود و از شکر باز نمی ماند، و اگر حرامی در مقابلش پیدا بشه حرام بر صبر او مسلط نمی شود و او را آلوده نمی کند. عزیزانی که از ابتدای این حدیث شریف که رسیدیم فعلا به بخش 14 با ما بودند، یادشون هست که در بحث‌های سابق درباره اهمیت عقل صحبت شده. تا اونجایی که عقل را همردیف پیغمبران الهی قرار می‌دهد، عقل رسول باطن است، همان گونه که پیغمبران رسول ظاهرند. مطابق بیان لقمان حکیم که امام صادق نقل کرده، عقل کشتی نجات است در این دریای پرتلاطم دنیا. مطابق آیات متعددی که امام علیه السلام به اونها استدلال فرمودند، عقل مخاطب خداوند و عاقلان مخاطبند. انما یتذکر اولو الالباب لآیات لأولو الالباب. و همچنین تعبیرات دیگری که همه از اهمیت عقل خبر می‌داد. در اینجا و بخش‌های آینده قسمت زیادی سخن از آثار عقل است. تا کنون سخن از اهمیت عقل و مقام والای عاقلان و اولوالالباب و خردمندان بود، حالا سخن درباره نشانه‌های عقل و عاقل. امام کاظم سلام الله علیه در این بخش دو نشانه برای عاقل ذکر کرده. بخواهیم بدانیم در مکتب امام صادق، امام کاظم و در مکتب قرآن واقعا جز عاقلانیم یا واقعا جز عاقلان نیستیم. ببینیم آیا این دو نشانه در ما هست یا نیست. اگر این نشانه هر دو باشد، عاقل کامل العیار. یکی باشد، نیمه عقل. هیچ کدام نباشد، نادان و جاهل و بی‌عقل. اما نشانه اول این است که وقتی عاقل به حلال و نعمت خدا میرسد، خودش رو گم نکنه
بعضی افراد خیلی کم ظرفیتن، به نوای مختصری میرسن خودشونو گم میکنن. یه لباس نو میپوشد، طرز نگاهش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، مغرور میشه به یه مختصر نعمت. یه همچین کسی قطعا شکر نعمت خدا رو فراموش میکنه. ما میاییم قارون رو مذمت میکنیم که چرا اینقدر مغرور بود. وقتی بهش گفتن این نعمتها رو خدا به تو داده، بیا از این نعمتها در مسیر رضای خدا استفاده کن، قال انما اوتیته علی علم عندی، علم و دانش و تدبیر و مدیریت و لیاقت من سبب شده من این ثروت رو به دست بیارم، چرا دیگران نتوانستن؟ میاییم اونو مذمت میکنیم، در حالی که اینقدر ثروت داشت که مفاتحه لتنوع و بالعصبت اول القوه، کلید گنج های او رو چند نفر قوی پیکر نمیتوانستن جا به جا بکنن. او به واسطه این ثروت مغرور شد. اما ما با چی مغرور میشیم؟ گاهی با یه مقام کوچک، با یه ثروت کوچک، با یه خانه نو، با یه لباس نو، با یه فرش نو، با یه اتومبیل نو دست و از پا خطا میکنیم و همه چیزو فراموش میکنیم. قرآن مجید از این گونه افراد به دو تعبیر یاد کرد، یکی تحت عنوان بتر، امتی که بترت معایشهم، بتر در لغت عرب یعنی مست نعمت شدن. گاهی به طرف، طرف با تاء دو نقطه، المترفین، مترفین یعنی صاحبان نعمتی که مست نعمت میشن، همه چیزو فراموش میکنن، مغرور، خودخواه، متکبر، خدا فراموش کرده، به این حالت در میان. مختصر نعمت باعث فراموشی خدا، باعث غرور و مستی، در حالی که خداوند بنده ای دارد مثل علی ابن ابی طالب، میگه لدنیاکم هاوهی احون و اندی من ورقتن فی فم جرادتن تقرمها، این دنیای شما با این اهمیتی که برش قائل هستید، تمام این دنیا، شما هر کدام یه گوشه ایشو دارید، تمام این دنیا در نظر علی ابن ابی طالب مانند برگ درختی است در دهان ملخی که نیمی رو جویده و خورده، نیمی از اون باقی مونده. اصل این برگ چه اهمیتی داشت تا نیمه جویدهش چه باشد؟ تمام دنیای شما در نظر من این چنینه. شیعیان علی علیه السلام باید قدم جای قدم های مولا بگذارن. به اونجا نمیرسیم و نخواهیم رسید، ولی شباهتی در میان شیعه و امام باید باشه یا نباشه. باید هر که باشی و به هر کجا برسی خدا رو فراموش نکنی، شکر نعمت فراموش نشه، هرچه نعمت بیشتر متواضع تر، هرچه نعمت بیشتر شکورتر و شاکرتر. این نشانه عقله. چرا نشانه عقله؟ برای اینکه این نعمتهای دنیا به هیچ کجا بند نیست. در یک شبانه روز ممکنه همه چیز عوض بشه.
قوی ترین مردان جهان به حسب ظاهر ضعیف ترین بشه، ثروتمند ترین مردم جهان فقیر ترین بشه. خیلی ساده است. چنان نیست که انسان خیال کنه اینا پایدار است و پا بر جا است و انسان به مقام والایی رسیده است و رئیس و رؤسا شده است و اینها. این انسان سلامت و صحتش با چی بنده؟ رگهایی از کنار قلب انسان عبور میکنه، قلب و تغذیه میکنه. مجرای یکی از این رگها با یه لخت خون کوچک بگیره، قلب تغذیه نمیشه، از کار میفته، ایست قلبی سکت. یه لخته به اندازه سری سنجاق راه این رگ رو گرفت، آقایی که فرمان روای کل تمام آمریکا، تمام اروپا بود، گرفتار ایست قلبی و سکت شد. مرگ رگهای بسیار نازکی از مغز انسان عبور میکنه، لطیفتر از هر لطیفی است. فشاری آمد، یکی از این رگها پاره شد، قطره خونی چکید روی مغز. تا کجای مغز باشه؟ مربوط به فرمان زبان باشه، زبان از کار میفته. مربوط به چشم باشه، چشم از کار میفته. طرف راست بدن از کار میفته، طرف چپ بدن از کار میفته. به همین سادگی. بله، لازم نیست بیمارم باش. میلیاردها سلول در تن ماست، کوچکترین واحد زنده بدن و سلول یاخته میگن، میلیاردها هست. اگر یکی از اینها طغیان کنه، یعنی شروع بکند به نمو بی حساب، میشه یه سلول سرطانی. یکی تقسیم میشه دوتا، دوتا تقسیم میشه چهار تا، هشت تا، 16 تا، 32 تا، 64 تا. یه مرتبه بعد از یه مقدار که رفت جلو، هزاران هزار میشه، یه قده میشه، هر کجا باشه اونجا از کار میاندازه. یه سلول یاغی نیرومندترین انسانها رو ذلیل میکنه. عاقل چرا وقتی به حلالی رسید و به مقام و مالی رسید خودشو گم نمیکنه؟ برای اینکه میدانه هیچ کدام اینها پاش جایی بند نیست. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، زینه ها و از گردش لیل و نهار اندیشه کن. با یه نسیم همه چیز عوض میشه. و اما دومین نشانه عاقل، این که حرام بر صبر او غالب نمیشه. یعنی وقتی یه حرامی مقابلش آمد، حالا حرام زن نامحرم باشه، مقامی که در صلاحیت او نیست باشه، اموال کلان حرامی باشه، وقتی در جلو او ظاهر شد بر استقامت او مسلط نمیشه. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو مطالعه میکنه، میبینه یوسف پاک دامن که حرام بر او مسلط نشد عزیز مصر شد. اما زلیخای هوسباز که حرام بر او مسلط شد و قصد حرام کرد، ذلیل شد. آدم عاقل تاریخ مطالعه میکنی، تجربیات دیگران نگاه میکنی، بی اساس بودن اینها رو نگاه میکنی. نه حرام غالب بر صبرش میشود، نه حلال باعث میشه که دست و پای خودشو گم کنی. این نشانه عاقل.
برویم و خودمون رو مطالعه کنیم. تا به حال حلالی که برای ما پیدا شده باعث شده مست بشیم، خدا رو فراموش کنیم، شکر درگاه الهی رو فراموش کنیم، از آنچه خدا داده به دیگران بدهیم یا ندهیم. حرامی در مقابل ما نمایان شده، آیا آمدیم یه عذرها و کلاهای شرعی درست کنیم؟ حالا کی میگه اینا حرامه؟ از کجا حرامه؟ حلالش میکنیم، اجازه میگیریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، با یه مش توجیهات بی اساس حرام. غالب بر صبر این میشود و صبر اون رو میگیرد، تسلیم حرام میشه. آدم عاقل عقلش اجازه نمیده گرفتار این دو انحراف بشه. مست مال و نعمت شدن و تسلیم در مقابل شهوت گشتن. یا هشام، ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. امیدوارم خداوند به همه ما اون عقل کافی بده که انشاءالله بتوانیم در موقع روی آوردن حلال شکر رو فراموش نکنیم و خدا رو فراموش نکنیم، و در موقع روی آوردن حرام تسلیم شهوت و حرام نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا واسعا. اللهم ارزقنا الايمان واليقين، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم مسافرينا، لا سيما زوار بيتك الحرام و زوار قبور الائمه عليهم السلام. اللهم اقض حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، وعجل في فرج مولانا صاحب العصر.